زن داداش خیلی دیر اومدی، خیلی تنها. عشق زندگی اون منو از اتاقم بیرون کرده، منو فرستاده تو انبار. من میتونم اشکاتو پاک کنم، ولی باید رو پای خودت وایسی و اشکاتو پاک کنی آزرا. برای خودت زندگی کن دختر. من که میخواستم جلوتر برم، ولی سرنوشت با هم کاری کرد که به جای جلو رفتن چند قدم عقبتر رفتم. زن داداش من که باردارم شدم، ولی اون با من. تمومش کن آزرا، تو از عشق ریختن برای اون خسته نشدی؟ خجالت نمیکشی که به خاطر اون گریه میکنی؟ کسی که به خودش احترام نذاره همیشه تنها میمونه، درست مثل تو. هنوزم دیر نشده، به خودت بیا، واسه خودت و بچت یه دنیای جدید بساز. اون که اصلا به فکر تو نیست، تو هم واسه همیشه فراموشش کن. ولی آخه زن داداش شرایط تو فرق داره، خونه مامانت سرپناهت بود، ولی من که جایی رو ندارم برم. دارم. لازم نیست جایی بری، این خونه یه ملک مشترک بابا و عمته که با هم شریکن. تو هم از این خونه سهم داری، حقته، مثل یه صابخونه زندگی کن. ولی این خونه که عشقمو به هم بر نمیگردونه. آزرا اینقدر گدایی محبت نکن، به خودت احترام بذار، حق تو بگیر. این آدمای ظالم تو رو انداختن گوشه انبار، چرا؟ چون خوب میدونن اگه هر بلایی هم که سرت بیارن کسی نیست به دادت برسه. من لیاقت ندارم که یه ذره محبت ببینم، احترام ببینم، من از خودشون بدونن. قلب بعضی مثل سنگ خارا میمونه، اینا از همون آدم هن. شاید واسه همین همه یه دار و ندارم و مثل یه لشکر شکست خورده بهشون غنیمت دادم، ولی بیشتر از هر چیزی خیانتش عذابم میده. زدن با تو فایده نداره، تو مثل آدمی هستی که عمدن خودش رو به خواب زده، بیدارم نمیشه. بیخیال، بگذاریم، هر وقت بیدار شدی میتونی از حقی که اینجا داری استفاده کنی، حقی که ازش بیخبر بودی. ولی محض رضای خدا هرگز از حق و حقوق دست بر ندار، چون فقط حق تو نیست، حق اون بچه معصومه. دیگه باید واسه اون زندگی کنی، باید به خاطر اون نفس بکشی، حتی غذا تو هم به خاطر اون بخوری. ممکنه غم جدایی از شاه میرزا بت بده، ولی تو باید قوی بمونی و مبارزه کنی دختر جون. سر داداش آزرام که دیگه شورشو در آورده. آخه این چه مریضیه که اصلا خوب نمیشه ها؟ اینم شد زندگی؟ تو این خونه عروسیه، ولی انگار نه انگار، نه آهنگی نه رقصی. والا ماتم کده است دیگه، زودتر عروسی کنم برم از اینجا. دخترم خودشون باید درک کنن دیگه.
من که نمیتونم یکی یکی برم پیش عروسام و مسئولیتشون رو بهشون یادآوری کنم. این آدم ها اونقدر بی‌وجدانن که اگه تو بمیری برات فاتحه هم نمیخونن. باید برای بچت زندگی کنی، برای آینده اون زنده بمونی، حتی قضا تو به خاطر اون بخوری. آزرا بیا قضا تو بخور. کجا میری؟ همینجا بشی. نمیخوام قیافه هیچ کدومتون رو ببینم، واسه همین میرم. صحیح، اگه نمیخوای قیافمون رو ببینی پس چرا داری از غذای ما میخوری؟ چون که این حق منه. آزرا چه خبره؟ تو خیلی پر رو شدی یا داری جلوی مامانم بیادبی میکنی؟ اگه دادا شاهمیر همین الان تو رو از این خونه بندازه بیرون چی کار میخوای بکنی؟ نمیتونه بیرون کنه، چون این خونه مال منم هست. نه خیر، خونه شوهرته، اونم که تو رو توی انبار زندونی کرده. این از لطف من بود که اجازه دادم اینجا بمونی، نذاشتم آواره کوچه بشی. نمیتونین این کارو کنین، به ضررتون تموم میشه، چون این خونه ملک مشترک شما و بابامه. پس چون خونه بابام و شوهرمه، منم به طور مساوی اینجا حق دارم. آزرا تو میخوای منو به دادگاه بکشونی؟ تو با من حرف نزنی به نفعته، چون ممکنه کنار پرونده مالکیت پرونده خیانتم برات باز بشه.